مارک زرتلینک هفت سال پیش شرکت جنریشن زی یا به عبارتی نسل زی را تأسیس کرد شرکت بازاریابی ورزش جوانان او سه کارمند دارد و داشتن پول نقد مسئولیت در قبال کارمندان و فرز و سریع بودن را رمز موفقیت می‌داند. فکر می کنم مردم میخواهند با شرکت های کوچک کار کنند و دفترهای تجاری از فروشنده هایشان میخواهند زیرک و فرز باشند. در کل مردم از وضعیت و امکانات اقتصادی خیلی راضی هستند. کریس پیلر صاحب رستوران اسنا دنیا در نیویورک است. او دو سال از رستوران خود را باز کرده ولی رستورانش چندان سودی ندارد. او از میزان دخالت دولت در اداره رستوران خود شاکی است. مالیات سختترین درسی بود که آموختم مالیات برای کارمندان بیمه بیکاری مالیات بر فروش و تمام اینها که باید ماهانه پرداخت شود خیلی خسته کننده است مخصوصا در اوایل کار هزینه های درمانی یکی از بزرگترین هزینه های تجارت های کوچک است شرکت های کوچکتر از 50 نفر مجبور نیستند بیمه درمانی را در خدمات خود قرار دهند ولی این عاملی است که در جلب نیروی کار و نگاه داشتن کارمندان لازم است دیوید روسینی صاحب یک شرکت مهندسی است او هزینه درمانی را بزرگترین مسئله میخواند. ما بیشتر هزینه درمانی کارمندان را میپردازیم. من ده سال است که این کار را میکنم و هر سال هزینه درمانی 20 تا 25 درصد بالا میره و هر سال به دنبال معقولانه ترین نرخ بیمه درمانی میگردیم. چیزی که در کنترل ما نیست. گزارش اقتصادی که توسط بانک آمریکا منتشر شده، حاکی از وضعیت مناسب اقتصادی شرکت های کوچک است. ولی مدیر منطقه این بانک میگوید شرکت های کوچک هنوز تمایلی به بست و توسعه نشان نمیدهند. شرکت های کوچک هنوز در صرف پول و توسعه تردید دارند. این شامل استخدام هم می شود. آنها نگران افزایش در دست مزد های پیش روح هستند. در این گزارش همچنین آمده است که جوانان و به ویژه کسانی که در دهه 1980 و 1990 به دنیا آمدند مایل به داشتن تجارت و شرکت خود هستند و اوضاع اقتصادی را با خوشبینی می